با سلام درود احترام خدمت هموطنان، من دو تا کلیپ پر کردم که امشب تا فردا تقدیم خواهم کرد. خیلی فشرده است، صوتیش هم گذاشتم. الان یک گذرا و کوتاه راجع به شیطان صحبت کردم، چون بیشتر بحثم فراماسیون بود و افراد شیطانی بود و حکومت‌های شیطانی بود. دوستان اینا همینجا خلاصش کنم براتون. تمام افراد شیطان پرست، رهرو شیطان و تو این وادی کار میکنن، همشون در اول برنده هستن و 100% آخرش بازنده هستن. خیلیشون با آخر نمیرسه. چرا؟ الان دلیلشون خدمتون عرض میکنم. شیطانی خارج از بدن انسان وجود نداره. شیطان در درون انسانه. من در اونجا گذرا گفتم، اما اینجا باز میکنم براتون. شیطان چون انسان یک موجودی است که کلاً تن پروره، دوست داره کار نکنه و کار نکردن انسان رو فلج میکنه، چه فلج جسمی چه فلج روحی فرقی نمیکنه. اون کار کردن و فعالیت هست که انسان به وجد و سرحالی و ابراقی میاره. پس یکی از پایه های شیطان در وجود انسان عجله است، زودتر به خواسته رسیدن هست. و این عجله است که توی زربصر فارسی میگن عجله کار شیطانه. عجله کار شیطانه. این در وجود ماست. ما خیلی عجول هستیم. زود میخوام به خواسته هامون برسیم. و جالبه که به اون خواسته که میرسیم اظهار رضایت هم نمی کنیم. باز خواسته دیگه ای داریم پشمندش. چرا؟ چون نمیدونیم از زندگی چی میخوایم. لحظه ای تصمیم میگیریم. این قانون فیزیک دوستان. هر جسمی زود گرم شد زود هم سرد میشه. اگر به خواستتون سریع رسیدید سریع هم دل سرد میشید. قدیم ها که میخواستن ازدواج کنند حداقل دختر پسر یک سال و نیم دو سال نامزد بودند. توی این دو سال خیلی کم هم دیگر رو میدیدند. حکمت بود درش، اما وقتی به هم میرسیدند یک عمر قدر هم دیگر میدونستند. الان صبح عاشقن، شب فارغن. تب تند زود عرق میکنه. اینا قاعده است. اینا خصلت های شیطانی در وجود ماست. میخوایم سریع به هدف برسیم. و این نابود کننده خود انسانه. چون وقتی این اتفاقات افتاد به یک جایی میرسیم که دیگه هیچی برای ما جالب نیست. چون لذت نبردیم. فقط به خواسته رسیدیم. به هدف رسیدیم. در مسیر استفاده نکردیم. کسی که میخواد بره تفریح، از تهران میخواد بره شمال، برسه به خود بره کنار دریا، اگر از مسیر استفاده نکنه لذت نبرده از زندگیش. باید از در مسیرم استفاده کرد، چون مسیرم جزوی این هست، جزوی از زمان هست. چه رفت چه برگشت. پس عجله در همه امور زندگی انسانها نابود کننده است. طبق اون تز مرسالی قبلا خدمتون هست که در تدبیر و تقدیر، ما عمرمون ثابته، فاصله مبدا تا مقصد ثابته، سرعت هست که زمان رو تعیین میکنه. هر چقدر سرعت بالاتر باشه سریع به اون مقصد میرسیم که مرگ است. پس تمنینه صبر. چو صبر کنی ز قوره حلوا سازی. اما عجله کار شیطانه. شیطانی در درون ماست. حوصله کنیم در مسائل کاری، زندگی و همه چی. پس عجله اولین نماد شیطان در وجود انسان. دومی وسوسه است. ما رو وسوسه میکنه که میگن شیطان وسوسه گره. شیطان ما خود داخل خود ماست. ما رو وسوسه میکنه. اینجا برو، این کارو بکن، اونو بزن، اینجوری کن. وسوسه میکنه. اینجاست که ما برای دیگر حق قائل نمیشیم. فقط حق خودمون رو میبینیم. ما فقط حق خودمون رو میبینیم. پس این متاسفانه حق دیگران ضایع کردن منتج به حق ما ضایع شدن خواهد شد. وسوسه است. وسوسه هم کار شیطانه. باز درون خود ماست. چه از وسواس گرفته چه از وسوسه. اما وسوسه همه دوچارش نمیشن. افراد باهوش میشن، میخوان از هوششون استفاده کنن و دنبال حاشیه ها میرن و وسوسه
عمر انسان رو تلف میکنه، وقت انسان رو میگیره و به نتیجه هم نمیرسه، چون باید از وسوسه استفاده کرد بره تو راه و راههای غیر متعارف رو بهش برسن، به خواستشون برسن، به وسوسه یک شدن برسن. و این هست که اون هم نابود کننده خود ماست. پس عجله و وسوسه. بعد رقابت هست. رقابت چیز خوبیه. ما یه حال داریم، یه مال داریم، یه عقل داریم، یه احساس داریم. اگر رقابت عقلانی باشه، حالی باشه، خیلی خوبه، به ما لذت میده، رشد میکنیم، دیگران رو پایین نمیکشیم، خودمون میکشیم بالا. ولی متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق مردم دنیا، اینا که میگم مختص مردم ایران نیست، مردم دنیا رو دارم عرض میکنم، اما واسه نسل جوانم دارم میگم، واسه نسل جوان کشورم میگم، که وقتی میخوان تصمیم بگیرن اینا رو ملاک قرار بدن. شیطان کجاست؟ پیداش میکنیم. رقابت سالم بهترین رقابت ممکنه. اونم این است که باشه، من این کار کرده خیلی خوبه، من بهترش انجام میدم. با کسی رو پایین کشیدن شما بالا نمیری، چون شما به وضع بد آویزون میشه و مرتب میای پایین. تنزل فکری داری، تنزل تصمیم داری، تنزل رفتاری داری، تنزل گفتاری داری، حواست هم نیست دور و بر میبینند، و این تنزل خیلی تنزل بدی که شما رو به عنوان یه آدم غیر منطقی، غیر اصولی میدونند. ولی اگر رقابت سالم داشته باشید، همه تحسینت میکنن، همه برات دست میزنن، همه آفرین میگن بهت، چون میگن باریکلا رقابت کرد، رسید، رفت بالا. و وقتی رفتی بالا دیگران رو پایین نمیذاری، اونم دست میکشه و خود میری بالا. رقابت یعنی این. در یک مسابقه دو رقابت یعنی این، برو اما دیگران رو هول نده، نزن زمین. هم در خطا کردی، هم دیگران میبینن و هم دیگر دور مسابقات خارجت میکنند. رقابت، رقابت سالم. یکی دیگه از چیزهایی که در وجود انسان هست و باعث نابودی انسان میشه، که باز یک شیطان دیگه در بدن ما هست، به نام لجبازی. لجبازی کردن، خلاف اون چیزی عرف هست عمل کردن. من باید از این ماشه سبقت بگیرم، من باید این کارش بکنم، من باید اون کارش بکنم. هر چی حرف درست میگه لجبازی میکنه، باید حرف خودتو بزنی، چون پشتش منطق نیست، پشت عقل نیست، پشتش یا احساساته یا تعصبه. من خدمتون عرض کردم قانون کائنات، متافیزیک، چارچوب دنیا بر اساس منطقه. از این منطق بیایید بیرون، از این چارچوب خارجید، از زندگی لذت نمیبرید. کسایی که این چیزی که گفتم رو عمل بهش میکنن، لجبازی میکنن، وسوسه میکنن، میخوان عجله بکنند، رقابت میخوان بکنند، یک چیز رو از دست میدن، یک چیز اساسی رو، اونم حاله. الانش از دست میده، همش تو فکر آینده است، تو فکر بعده، چی کار کنم، چی کار کنم، اصلا در حال زندگی نمیکنه. اونجا که بگه حالتو میگیرم، یعنی الانتو میگیرم، فکرتو خراب میکنم. از لحظه کسی استفاده نکنی، در اصل این مرده متحرک هستی. و این لجبازی همیشه حال انسان رو میگیره و از حال استفاده نمی کنیم، از لحظه استفاده نمی کنیم. تو زمان نیستیم، یا تو گذشته هستیم یا در آینده هستیم، الان وجود نداریم. و این بدترین نوع است، چون عمر تکرار نمیشه، همین لحظه است. بعضی مجموعه دارن اینها، حسد هست، حسادت هست. حسادت انسانو میکشه، این یک سم، هر چه حسادت بکنید تو وجودتون میریزه و این سم توی خونتون میره، توی مغزتون میره، توی مغزتون، و شما رو نابود میکنه. آدم های حسود همیشه رنگ روشون پریده است، کدره، کبود هستند، لبخند رو لباشون نیست، از رشد دیگران، موفقیت دیگران قصه میخورند، تمام توی منفی بدنشون میریزه توی خونشون و توی وجودشون، توی مغزتون، توی همه چیشون. آدم حسود خودش رو از بین میبره، خودش رو نابود میکنه. و حسادت همینه، نابود کننده خود انسان هست. میگن حسادت، باری کلا به حسادت که اولین کاری که باید آدم خود صاحبش رو به نابود خواهد کرد.
و آدم حسود همیشه منزوی و گوشه‌گیر هست. هیچ جا لذت نمیبره، هیچی لذت نمیبره. در هر جایی که باشه قصه میخوره، حسادت میکنه. اما بخل ورزیدن، این نابود کننده روح و روان انسانه. ناخونت بخور، این کارو بکن، اون کارو بکن، بخل بورز. همیشه خدا خودتو از دیگران پایین تر میدونی، خودتو ذلیل و خار میدونی. این یکی از شیطانهای دیگه است که وجود انسانه، بخل ورزیدن. سه چیز دیگه هم هست که در این قضیه هست، یکی غروره. غرور انسان یک دفعه سرنگون میکنه. غرور یک دفعه انسان با خاک یکی میکنه و آدم مغرور هیچ جا جایگاه پایگاه نداره. یعنی اون چیزی که هست ماورا میخوادشو بده، باید خیلی انرژی بذاره، خیلی تلاش بکنه، خودشو خسته بکنه، به یک جایی میرسی با مغز میاد زمین و هیچ وقت خوشنام نیستی و بعدش تکبره. آدم تکبر هم جایی جا نداره. شاید 4 تا آدم دورش باشن بخوان چاپلوسی بکنن، تملقشو بکنن، اما واقعیت امر این نیست. به محضی که اون موقعیت از دست دادی، اولین کسایی که به لگد میزنن تو دک و پوز و سر و تو دل و شکم دگد میزنن، دگد مارت میکنن، همون چاپوس دور بردن. تکبر اینه. نمیتونی همیشه خودت بالا حفظ کنی. تمام اینا که گفتم در حکومتی های ما هست، در افراد عادی و معمولی در حد کوچیکش، در از خمینی جلاد جنایتکار خائن بالفطر و دروغگو دجال تا خامنه‌ای تا اینا که در رأس کار هستند، اینا تمام خصایص درشون هست. اینه که من میگم حکومت شیطانی هست. آقای روحانی واسه من نوشته، خیلی مؤدب نوشته، شما این سری راجع به حکومت میگید، اگر خطا بکنی، خطا بگی، سر پر سرات یقتو میگیرند. فقط نوشتم تشکر میدونم، اما جوابشو اینجا خواهم داد، برای همه جواب بدم. شخصی بود به نام حجاج، یکی از بیرحمترین حجاج سقطی، یکی از بیرحمترین افراد کره زمین بود. اصلا با خون بزرگ شده بود، از خون لذت میبرد. حدود 20 سال کشت. اصلا کسی اصلا جلوش جواد نمی کرد، حتی خانوادهش میکشت، میگو اینو بکشین، خوشش میاد بکشین. بعد یه عرب بادیه یه روز گفت من زن طلاق باشم، چون عرب وقتی عرب میگه من زن طلاق باشم، اگر اون اتفاق نفته زنش بهش حرامه. گفت من زن طلاق باشم اگر حجاج یا حجاج هر چیز هست نره جهنم. بعد فرداش پشیمون شد، گفت نکنه این جهنمی نباشه و من زنم بهم حرام باشه. رفت پیش یه عالمی، گفت آقای عالم راست من چه قسمی خوردم، به نظر تو حالا چی زنم بهم حلاله یا حرام؟ گفت اگر اون خدایی که تو بهش اعتقاد داری حجاج رو ببخشه، صدها برای تو خواهد بخشید. آقای روحانی بوز حاضر، دوزم حاضر، داری میبینید، دارید میبینید، چرا خودتونه به کری و کوری میزنید؟ چرا شیطان تمام وجود شما رو گرفته؟ اون ریش شما نماد شیطانه، وجود شما شیطانه. تمام اینی که گفتم در وجود شما است. مکر، حیله، اینا زیر مکر مباشر است. زالو صفتی، تفرقه اندازی، شکاف اندازی، بین مردم جنگ و دعوا انداختن. حالا به این تکلیف روشن کنید. اما حالا مرحله آخر، اگر انسان اینها رو دونست یا ندونست، چون انسان با مقتضیات سنیش دچار تحول میشه، عوض میشه. مقتضی سنی انسان ها موثره. در هر سنی انسان یه تصمیم میگیره، فکرایی میکنه. اگر اینها رو فهمید و سعی کرد که به خودش بیاد و راهش عوض کنه، میگه به خدا تا به خدایی رسید. خدا میگه
وقتی به خودت اومدی این مسائل آگاه شدی، تحت کنترل خودت میاد، شدی خدای خودت و میتونی کنترل کنی خودتو، خودتو ببخشی، راهتو عوض کنی، خودتو اصلاح کنی. نمیخواد دنیا رو عوض کنی، خودتو عوض کن، به خدا تا به خدایی رسی. بعد از اون مرحله دیگه جاش چه نیست که اون مرحله بعد چی هست، ولی تا اینجا رو داشته باشید. اینو گفتم که صحبت خود دادم تو کلیپ، دو تا کلیپ صحبت کردم، خیلی کوتاه گفتم، اما اینجا گفتم. پس حکومت ما 100% شیطانی هست، بدون برو برگرد، و عوامل حکومتی و بدنه حکومت همه اینجوری هستن. حالا میتونه به خودشون بیان، میتونه راهشون ادامه بده تا نابودی، که نابودم هستن. در اونجای بحث به نام حاکمیت، دولت و مردم صحبت کردم، بحث قشنگه، فشرده است، اما گفتم دو تا کلیپ صحبت کردم، اما قطعا دو تا کلیپ دیگه ادامه خواهم داد. اون یه بحث خیلی قشنگی است برای ماندگاری نسل جوان، و سی دی دارم کامل میکنم، اصلا سیاسی نیست، چکیده 45 سال تجربه بنده است و از اساتید درس گرفتم، مطالعاتی که داشتم، که قطعا در تمام امور زندگی تیکه هایش به کارتون میاد. چون انسان ها رو بخل، حسادت و چیزایی که یاد میگیرن دوست ندارن به دیگران یاد بدن، میخوان به خودشون نگه دارن. چون انسان بچه وقتی به دنیا میاد سینه مادر رو میگیره، شیر میخوره، محکم هم میخوره، بعد وقتی که میخواد مدفوع کنه سفت خودشو میگیره که نکنه دستی توی دست بده، تا بعد بزرگ میشه. بعضی از ماها طفل میمانیم، سینه مادر با دست محکم میچسبیم و میخوریم و سعی نمیکنیم چیزی از خودمون خارج کنیم. اون خارج کردن سلامتی ماست. من محمدی، اکثر اساتید من گفتن به من چیزی یاد نمیدادن، اواخر که میفهمید میگه تو بخشنده هستی. من دوست از دادن گرفتم، از دادن یاد گرفتم. اینم به شما توصیه میکنم، شما یک گندم رو بده به زمین، 100 تا گندم برداشت کن. اگه 10 تا گندم تو زمین انداختی، 8 تاش رفت توی زمین و شد گندم، 2 تاش رو زمین موند، بازم جای دوری نرفته. پرنده ها میان میخورن، مورچه ها میان میخورن، پس مفیده. یاد بگیریم که بخشنده باشیم. من دامادی پسرم بود، بعد هتل گرفتم واسه مهمانام، از شهر مختلف، کشور مختلف میومدن، خودم به خاطر احترام باید رفتم تو هتل موندم که پیششون باشم. خانمم زنگ زد، رضا کجا هستی؟ گفتم من هتلم. گفت الان میام اونجا. من میدونستم الان بیاد چی به من میگه، پاد منو دعوا کنه که تو چرا این کار کردی، چرا اونجا پوده، چرا این کار کردی، چرا چرا چرا. وقتی حس کردم نزدیک شده، یعنی مشخص فاصله رو، رفتم حمام، گفتم بذار خود عصبانیش بخوابه. وقتی اومد، من از حمام اومدم بیرون و دیدم میخنده رو تخت نشسته. گفتم چرا میخندی؟ گفت والا اومدم دعوات کنم حسابی، ولی کتابی که اینجا گذاشتی خوندم و جوابو گرفتم. گفتم چی نوشته؟ مال شیخ باهایی، کلیات شیخ باهایی، دیوان شیخ باهایی فکر کنم. گفت اینجا نوشته یه نفری، بهش گفتم تو چقدر بخشنده ای، نکنی روز فقیر میشی. گفت معامله بین من و خدا رو به هم نزنید. من اینجور عادت شدم، اینجوری من بده، من اینجوری ببخشم. خب کسی مبعث تموم شد. البته باز شیطان، باز من صحبت خواهم کرد، ولی میخوام بگم شیطان در درون ماست، اختیارش دست خودمونه، میتونیم عوض کنیم. و کسایی که راه رو عوض میکنن از زندگی لذت میبرن، از حالشون لذت میبرن، و بعد دیگه خودتون میدونید چه اتفاقات خوب میفته. پس بیایم تصمیم با خودمونه، معمار زندگی خودمون خودمون هستیم. بعد دوستان، من چند تا عکس از دوران جوانی گذاشتم. خیلی ها برام مینویسن که آره از یقه بسط مشخصه، تو فلانی هستی، تو اینجوری هستی، تو اونجوری هستی. دوستان عزیز، زمانی که من کروات میزدم تو این حکومت، ریشه با تیغ میزدم، یک شهامت بود، یک شجاعت بود. الان اگه کروات میزنم تو عکس ها میبینید، مال اولین عکسی که با کروات و پاپیول من دارم، چون قبل از انقلاب استفاده میکردم، من خب خارج میرفتم، اینور میرفتم، اونور میرفتم، کارهای میکردم، با توجه به موقعیت اجتماعی رفتار میکردم، و 58 59 60 و الی آخر من مرتب هر جا میرفتم جلسه داشتم، چیزی داشتم، اون عکس آخرم گذاشتم تو خود ایرانه. خب اینا خارج کشور، نه داخل کشور من میزنم، چون کروات بحث زیباییش نیست، کروات بحث سلامتیه. من باهای گفتم تکرار میکنم، چون اینجا قده تیروید نگه میداره، تحریکش میکنه. قده تیروید که تحریک شد، دیرتر خسته میشیم، بهتر کار میکنیم، در طول کار خسته نمیشیم.
قدیما یقه رو میبستن اینجوری بالا، کاریار قدیم، که این قده حرکت بکنه، تحریک بشه و هم تعادل روحی روانه ایجاد بکنه، هم تعادل جسمی رو. خب پس کروات بستن فلسفهش این، حالا آمدن زیباش کردن و بعضی در همه جا میبندن و فلان، کار ندارن. اما به محض این کارتون تموم میشه، اولین کاری میکنید گره کروات شور میکنید. من اگه مهمونی هم میرفتم شب کروات میبستم، به خاطر اینکه در طول مهمونی خسته نشم، خمیازه نکشم، سرحال باشم. و دیدیم که پس من کروات کار اول نیست. اون زمانی که من کروات میزدم، اونایی که سن سالشون میرسه میفهمد چی میگم. شهامت بود، استقامت در مقابل حکومت بود. اونا کروات چیزی بدی میدونستن. خب یک نکته دیگه بگم که حالا 20 دقیقه تو دقیقه می صحبت میکنم دیگه، بذار بگم تموم بشه. یه جو گوسفند، خیلی دوستان برای من مطلب نوشتن فرستادن آقا درخت بکاریم به جاش، این کارو بکنیم، اونجوری بکنیم، حیف نیست یک گوسفند بکشیم، حیف نیست برای مراسم هر جوری. دوستان در تمام دنیا این هست. حالا شما لج کردید با دین اسلام و کار اینها، چون اینا اینقدر بد عمل کردن که همه کار زیر سوال هست. در آمریکا سالی 60-70 میلیون بوقلمون میکشند، 90 درصدش هم دور میریزند. حالا خب میکشند. اما بحث گوسفند بیام با هم حلش کنیم. پیشنهاد بدید، من پیشنهاد بدم، شما پیشنهاد بدید. ما یا باید دامداری رو کلا جمع بکنیم، جمعشون بکنیم، حالا میگم چرا، یا اگه دامداری هست باید همراهیشون کنیم، کمکشون کنیم. وقتی یه گوسفند میزاد بره به دنیا میاره، بره یا نره یا ماده است، هزینه جفتشون هم برابره. هزینه که باید دامدار بکنه یا اون گله دار بکنه، هر کسی برابر هست. گوسفند ماده رو ما میدونیم، خب ازش شیر میگیرن و و کره و این حرفا اینها، و باز دوباره بره میاره، ازش استفاده میکنند، خرجش هم میکنند. اما گوسفند نر هیچ درآمدی براشون نداره. یا بین یک کمپین تشکیل بدید، واقعا تشکیل بدید، بگید آقا گوسفندارا که برهشون به دنیا میاد در این نرشون به ما بفروشن، ما رو نمیکشیمش، تا آخر عمر نگرش میداریم، صد گربه نگه میداریم دیگه، مگه نه؟ اینا بیام نگرش داریم، بزرگش کنیم تا زمانی خودش بمیره. یا فکر دیگه به من بدید، اما انتقاد نکنید، حرف رو هوا نزنید. بیم ببینیم چرا. قدیما رو گاو هم ازش استفاده میکردن برای خرمن کوفتن و برای شخ زدن، ولی حالا گاو این کار نمیکنن، گاو نرم هست. بیا فکر به نابکن، حالا شترش بار میکشن، الاغ بار میکشن، اسب بار میکشن، اما گوسفند و گاو رو کارش نمیتونن بکنن. حالا شما راهکار بدید آقا نکشید، ما میایم میخریم از شما، بزرگش میکنیم، تو خونه‌مون میبریم، چطور سر گربه بزرگ میکنیم، براش رخت خواب میذاریم، همه کار میکنیم براش، اون مشکلاتش هم خودمون حل میکنیم. یا اینکه بیایم واقعیت رو بپذیریم، چاره غیر از این نیست. همین ماهی دریا رو میبینید شما، دریا رو وقتی یک ماهی تخم ریزی میکنه، بالغ برای یک مینو تخم میریزه، از این تخم ها 3 تا 4 تاش میمونه و 2 تاش بزرگ میشن یا 1ش بزرگ میشه. چون ماهی ها اگه همدیگر نخورن، ماهی های دریا اگه همدیگر نخورن، ظرف 1 ماه تمام دریای دنیا پر میشه. این یه قاعده است. اما بخوام انتقاد بکنیم فلان بکنم، راه بیشتر بهتری است. اما اینها رو بهانه نکنیم و اینها رو شلوغش نکنیم. بیایم با واقعیت حرکت کنیم، با تعقل حرکت کنیم. راهکار بده که با گوسفند نر چه کار کنیم. استقبال میکنم و مطمئن باشید همینجا میام، همینجور صحبت خواهم کرد. آقا راهکار خیلی خوبی دادم، ببین کارا به این گوسفند نر بکنید، به دنیا آمده است. عزیزید ایامتون به کام، روزگارتون خوش. اون کلیپا رو میذارم تا فردا، قطعا خوشتون میاد. و بعضی دوستان میگه آقا چرا بدبیران نمیگه، فوش می سرسا نمیکنید. دوست از هر چیزی به جای خودش، هر سر موقعیت خودش لازم هست. میشه علیکی فوش داد که دیواره که نیستیم بچه. من در تمام دنیا، در تمام دنیا به زیر 10 نفر بهشون توهین میکنم، اونم از رهبر است و تا ابتر و تا همین آتشخاله قوه قضاییه و این سردار سلیمانی، این هاست به انگشتان یک دستم ظاهرا نمیرسه. ولی من نمیتونم بیام مردم فحش بدم، من مریضم فحش بدم، من خودم میگم ادب مرد بزه دولت، بهزه دولت اوست. اینا هم که بهشون بدی میرم میگم، فقط تاب و شکنی میکنم. اینا رو بت کردن، بتا رو من میشکنم. وظیفه من بت شکنیه، وظیفم بت شکنیه، بتای اینجوری رو، بت خمینی رو، خمینی دجال و دروغگو رو، جنایتکار رو، نکنم ظلم کردم. اون برای بچه رده باره سپاه رو، سلیمانی خبیث رو، خامنه‌ای بیشرف رو، بیدین و کافر رو، شیطان پرستار رو،
ایام بکام، روزگارتان خوش، تا جای بعدی.